درود به شما. اندام وطن، اندام وطن نخست دین لرزه گرفت، اندام وطن نخست دین لرزه گرفت، وانگاه ز دین کینه کین لرزه گرفت، وانگه سوی منتهای ویران شدگی، وانگه سوی منتهای ویران شدگی، دنبالی کار را زمین لرزه گرفت، وانگه سوی منتهای ویران شدگیش دنبالی کار را زمین لرزه گرفت. باز هم درود بر شما. کار ارزنده از دکتر اسماعیل خویی برای زمین لرزی آذربایجان سر ایران. برنامه شماره 44 رو در روز 28 مرداد 2571 شاهنشاهی برابر با 18 آگوست 2012 مسیحی یا ترسایی پیشکش میکنیم. برنامه رو چون همیشه با شاهنامه خوانی آغاز میکنیم. در دنباله درباره سینما رکس رویداد برخورد فرهنگی داریم باهاش که ببینیم ما باید چه کنیم و روشنفکرامون چه بکنن، و در باره زمین لرزی آذربایجان گفتگو میکنیم، فیلم های پخش میکنیم، هم اندوه هم شادمان، و در پایان برنامه هم گفتگوی بسیار بسیار ارزنده دکتر میرفتروس رو داریم با آقای میبودی که در دسترس شما خواهد بود. امیدوارم که همیهنانی که بسیار دارن میکوشن و جست و گریخته و از راه دوستان و یا اینکه گفتگوی سرراست با ایران دارن یاری میدن، امیدوارم که در کارشون سرفراز باشن. کارها داره مردمی خوب پیش میره، اونور نمیدونم چیه، با هر گونه برخوردهایی که باهاشون میشه دارن خوب کار میکنن، مردم بسیار بسیار گدابری خوبی میکنن. تا اینجا که گمان میکنه به جز ارگانهایی که مانند سازمان آتش نشانی که ابزارهایی در دسترس دارن، مردم از دولت بسیار پیشی گرفتن و بسیار بهتر کار میکنن، و این کار کار فرهنگی ماست و ما مینازیم به این کار فرهنگی ما. در دنبال باز به این کار خواهیم پرداخت. امیدوارم که پیوند داشته باشیم، بسیار پیوند روانی نیاز دارن، باید بهشون سر زد. این یک روز و یک هفته و یک ماه نخست نباشه، باید اونها رو گرم نگه داشت، اونها رو باید گرم دل نگه داشت، قوی دل باید باشن، باید بمونن. اینها سلحشورانی هستن که کشور ما رو به گونه نگهداری کردن و فرهنگ ما رو، که چه بسیار یورش ها و یورشگران بر ما رخ داد و آنها آمدند و توهی کردند و رفتند، نتوانستند بمانند. پس از چند سال گذشتن رفتن، خودشون رفتن، بدون جنگ رفتن. این هستش که این مردمان دلیر، این سر استقلال ایران، سر ایستادگی ایران باید تندرست و سلامت بماند. دوستان دل سوزانه ایرج رو خوندیم، همچنان که فردوسی نوشته کار ایران از اون هنگام دگرگون گشت. یعنی ایران آمده بود، چند رویداد برش رفته بود، رویداد جمشید بود که کنه گذاشت و رفت با چشم گریان، و پس از اون آمدن ضحاک بود، مردم ضحاک را آوردن و خودشونی اشتباه رو کردن، درست مانند روسای که از 57 آغاز میشه تا امروز، و خود برخواستن با یاری مردمان کاوه و فریدون ضحاک رو برداشتن و پسرانش بزرگ شدند و مردم آسایش پیدا کردن، تا اینکه پسران به پادشاهی رسیدن و پس از آزمایش ها و رایزنی ها بنا شد که بخش میانی و راستش کنترل بیش رو به ایرج بدن، گرچه در شاهنامه نیامده، متا مرکزیت در دست ایرج میمونه با رایزنی ها که در شاهنامه آمده است، و اون دو برادر چشم پنگی میکنن و این آغاز بیچارگی است. و این فرهنگ ایرانی که میگه دوال اندیشه ای ما داریم در فرهنگمون، که نه اهریمن و اهورامزدان، نه دوالیسم اندیشه ای در اندیشه ما هست، و اینها آغاز میکنن و میان میجنگند، و میان که بجنگند برادر میگه من نمیجنگم، ایرج که نام ایران از اون اومده، ایرج ایران، تور یا تورج توران، آن تور آن ایران، آن ایر ایرج، ایرج ایران، آن ایرج، آن ایر، ایر آزاده، تور دلیر، و تور هم که روباه گفتیم پیش از این میشه، آن تور، یعنی نام ها از اینها اومده، به اینا هیچ گونه ترک نبودن. گفتیم که تورج دلگیری داره و سخن میگه که چرا مرا در کنار ترکان گذاشتید، و این ترکان نه اینکه بدن که
مرا در بر ترک بسته میان اونجا که گلگی میکنه، میگه که چرا اون فرهنگ ها گوناگونه، فرهنگ ترک ها در برنامه پیشین شکافتم، نمیخوام امروز بیشتر بشکافم. به هر روی ایرج میره با برادره گفتگو میکنه، میگه من یازار مونی که دانه کش است که جان دارد، جان شیرین خوش است یا خش است، نباید این کار رو بکنید، شما تاج و تخت مال شما، من میرم به گوشه. منتها سلم و تور هنگامی که این به اونجا آمده بود دیدن که لشکر بسیار به این نگاه میکنه و سلم که در جای روم و بخش انگلیسی نشین امروز شاید باشه و همون سیاست همچنان در انگلیس داره بر روبروی ایران و بر مردمان ایران میره، اون میاد تور رو تحریک میکنه که در بخش این ور نشسته و کنارهای ایران بیشتر نزدیکه و اون رو تحریک کنه و تور میزنه، برادر خودش از میان میبره و سرش رو برای پدر میفرسته و تنش رو میده به شیران میخورن و پدر اینو میبینه، بسیار افسرده میشه، به اندازه گریه میکنه که نابینا میشه و پیش از نابینا شدنش به شبستان میره، میبینه که بانوی ماه آفرید از این بار داره و اون دختری میزاد، دختر رو به برادرزادی خودش پشنگ میده. ما دو تا پشنگ در شاهنامه داریم، یکی پدر افراسیاب، یکی هم این پشنگ که برادرزادی پادشاه ایران فریدونه و از اونها در پی این خواهیم دید که چه رخ میده. پس بر این گونه بگریز چندین بزار همی تا گیار استشن در کنار، که گفتیم که این زبان زدن برامون مونده، زمین بستر و خاک بالین اوی شده تیره روشن جهان بین اون، چشمش به نابینایی رسید، در بار بسته گشاده زبان همی گفت زار، ای نبرد جوان کس از تاجداران به دینسان نمرد، کس از تاجداران به دینسان نمرد که تو مردی، ای نام بردار گرد، ای نام بردار گرد، سرت را بریده به زار اهرمن، تنت را شده کام شیران کفن، خروش و فغان و دو چشم پراب، زهر دام و دد بر برده آرام و خواب. خروش و فغانی که بود، دام و دد، یعنی دام و دد هم که براتون گفتم دام جاندار وحشی گیاخار، دد جاندار وحشی گوشتخار، ما امروز دامو به جای سطور به کار میبریم، به هر روی به کار میبریم. سراسر همه کشور و مرد و زن به هر جا کرده یکی انجمن، همه دیده پر آب و دل پر ز خون نشسته به تیمار و در دندرون، همه جامه کرده کبود و سیاه، همه خاک بر سر به جای کلاه، همه خاک بر سر به جای کلاه، چه مایه چون این روز بگذاشتن، همه زندگی مرگ پنداشتن، همه چا رو اندوه گرفته بود، به زندگی کسی نمیاندیشید به اندازه ای که از این آزرده شده بودن، از این نامردمی که بر این جوان رفته بود. خب روزگاری بر این میگذره و رخداد دیگه ای داره و من در دو هفته گذشته با پوزش از شما که گفتم نگفته نماند که بسیار من گفتگو داشتم و مهر کردید و دلارامی به منم دادید، چون باور کنید منم چون آذربایجانیان به همون اندازه آسیب دیدم چون همه شما، و گفتم که اگر تو بسیار دلگیر بودی، شما بسیار اندوهگین بودی، برنامه خوروار خودشو داشت و خوش پیش رفت. خب رویداد، دو رویداد اندوهگین، یک جمشید بود که روزگار اسطوره ایران، افسانه ایران، افسانه تاریخی ایران جابجا شد، و یکی هم اندوه آذربایجان و آذربایجانیان که اونجا پدر من، مادر من، فرزند من، دخترم، پسرم، خواهرم، همه ما اونجا بودیم و منم در آنجا آسیب دیدم همچون همه شما. این استش که سپاسگزارم از همه مهری که ورزیدید. بروی برآمد بر این نیز یک چندگاهی هم از این گذشت، داریم زمان زری داریم که این نیز بگذرد، بر انسان همه چیز میگذرد. برآمد بر این نیز یک چندگاه شبستان ایرج نگه کرد شاه، این پیش از نابینا شدنش نگاه میکنه. فریدون شبستان سراسر بگشت، برای ماه رویان همی برگذشت، یکی خوب چهره پرستنده دید، کجا نام او بود نام آفرید. این همطور همه زمان رو گریه میکنه، همچون گریه هم در پیش تهمینه خواهیم دید در آینده. همچنان که میگشت این دختر رو پیدا میکنه و با دوستانش میره، میگردم که این دختر اونجاست، چشم بینایی کم شده، آسودگی نداره و این رفته و این رو پیدا میکنه. یکی خوب چهره پرستنده دید، کجا نام او بود، کجا یعنی که نام او بود ماه آفرید، که ایرج بر او مهر بسیار داشت، قضا را
کنیزک از او بار داشت، که این جوان این دختر از اون بار داره. پری چهره را بچه بود در نهان، از آن شاد شد شهریار جان، از آن خوب رخ شد دلش پر امید، به کین پسر داد دل را نوید. و این نخستین بار است که ایرانی میان خودش به کین بنشیند. ایرانی به کین نشسته بود تا اینجای داستان که میبینیم یک بار دیوان آمدن سیامک را از بین بردن و یک بار هم آبتین از میان رفت، ایرانیان از میان رفتن و هنگامی که فریدون رفت سه انگیزه برشمرد، یکی این که ایرانیان روز روزگار ایرانیانه، یکی هم که کاری که اون میکرد با جوانان میکرد، و یکی هم کینه‌جویی از پدر. اون ضحاک ایرانی نبود و این نخستین باری که در میان ایرانیان کینه‌جویی در میان خودشون پیدا میشه. از اون خوب رخ شد دلش پر امید، به کین پسر داد دل را نوید. چون هنگامه زادن آمد پدید، یکی دختر آمد ز ماه آفرید. پس دختری زاد ماه آفرید، شد امید کوتاه بر شد دراز، به پروردش او را به شادی و ناز، به شادی و ناز جهانی گرفتند پروردنش، بر آمد به ناز و بزرگی تنش. پس دختری زاد این ماه آفرید، دختری زاد که بسیار همانند ایرج بود. مران لال رخ راز سر تا به پای، تو گفتی مگر ایرج استی به جای. این استی همان هستی است. ما میدونیم که هم امروز هم در میان کابلیان است میگن به جای هست، میگه استم. و یک آگهی امروز فرستاده بودن برای من که آگهی یک رستوران بود در امریکا، همه هست ها را است میگفت، برای اینکه گویش مونست. ما گویش های گوناگون در این پشتی ایران داریم، همچنان که خوردن میگن هردن که پیش از این گفته بود شد. مران لال رخ راز سر تا به پای، تو گفتی مگر ایرج استی به جای. نیا را همی بود اندر گسار، بمانده ز درد پسر یادگار. این زندگی رو با اون سر میکرد. این دختر در کنار پدر بزرگ بود، نیا یعنی پدر بزرگ، و این از اون دردی که از پسرش داشت این یادگارش بود، از خودش سواش نمیکرد. چو بر رست و آمد هنگام شوی، چو پروین شدش روی و چو انبر موی. پشنگان که پور برادرش بود، نژاد از گرام مای گوهرش بود، گوی بود از تخم جمشید شاه، سزاوار شاهی و تخت کلا. پس هنگامی که هنگام شوی شد، اینو به برادرزادی خودش پشنگ داد. چو پروین شدش روی و چو انبر موی، یا انبر موی، اینو هنگامی که بزرگ شد به برادرزادی خودش به زنی داد، یا اونو شوهر داد یا اونو همسر این کرد. به هر حال اینها نامزد شدن و زن و شوهر شدن. ببینید در اینجای داستان رو نگاه میکنیم که در دو جایی، در چند جایی داستان شاهنامه و تاریخ شاهنامه ما داریم که اندازی فرزندان نگهداری میشه. یکی در برای داری سیامک بود، هنگامی که سیامک از میان میره به دست اهریمنان، به دست دیوان، فرزند او میاد به پادشاهی میرسه که هوشنگ است، یعنی میگم کیومرث برادرش رو کسی دیگر پادشاه نمیکنه، اون بوده و فرزندش میاد. یکی هم اینجا ما میبینیم که ایرش که از میان میرود، خود فریدون به چه پادشاهی نمیشینه، میماند تا فرزند این بیاید و اون فرزند اون پسری بزاید که بتواند برود بجنگد و کینه‌جویی کند یا انتقام بگیرد. پس گوی بود از تخم جمشید شاه، سزاوار شاهی و تخت کلاکی. این پشنگ آنکه پور برادرش بود، نژاد از گرانمایه گوهرش بود، گوی بود از تخم جمشید شاه، سزاوار شاهی و تخت و کلاه. بدادش بدان نامبردار شوی، پس این ماه آفرید رو به پشنگ داد. چو یک چند گاهی برآمد بروی، به سر بر شگفتی نگر چون نمود. کندی که گذشت ببین چه شگفتی پدید آمد، به صد برشگفتی نگر چون نمود. چو برگشت یک چند چرخ کبود. روزگار که گذشت یک شگفتی رخ داد که این چی بود. یکی پور زادان هنرمند ما، چگونه سزاوار تخت و کلاه. اون دختری که به دختر ماه‌آفرید بود، دختر ایرج بود و ماه‌آفرید شوهر کرده بود به پشنگ، پسری زاد، یکی پور زادان هنرمند ما، چگونه سزاوار تخت و
کلاه. این پسری زاد که شایسته تخت و کلاه بود، چو از مادر مهربان شد جدا، سبک تاختندش برای پادشاه. به زودی و به تندی برداشتن و این فرزند رو پیش پادشاه، به نزد پادشاه بردن. برنده بدو گفت، برنده کیست که میبره، برنده بدو گفت که تاجور، یکی شاد کن دل به ایرج نگر. این بچه بسیار چهرش مانند ایرج بود، همچنان که مادرش هم مانند ایرج بود. این شگفتی هست که این روزگار میخواهد بگوید که هنگامی که ما در اندیشه بازگشتن به خیشتن هستیم، هم روانمون، هم فرهنگمون، هم جانمون و چهرمون به خودمان باز میگرده. یعنی ما گذشته نیکو رو در خودمان میبینیم با نگاه پیشرفت آینده، که میبینیم در آینده چگونه پیشرفت هایی میشه، در چه دگرگونی های در داستان میشه. در هنگام منوچه داستان زال پیش میاد، رودابه پیش میاد، سیندخت پیش میاد، که اینها همه نوین هستند، یعنی نگاه به آینده هستند. چو از مادر مهربان شد جدا، سبک تاختندش برای پادشاه. خب بردنش اینو پیش پادشاه. برنده بدو گفت که ای تاجور، تو گفتی مگر یکی شاد کن دل به ایرج نگر، جهان بخش را دل پر از خنده گشت، تو گفتی مگر ایرجش زنده گشت. گرفتان گران مایه را در کنار، نیایش همی کرد بر کردگار. پس اونو گرفت و بسیار نیایش میکنه. هنوز این چشمش نمیبینه، منتها این که میگه نگر به اون، مانند این که ما بسیار میگیم که نگاه کن چی گفته، به حالی که ما کسی که میگه میشنویم، نمیگیم نگاه کن. این در زبان گفتمانی و محاوره است که میبینیم در دنباله، میبینیم چشمش بینا میشه. من گفته نمید که این چشم اون گونه که برمیان 100% نابینا نبوده، بینایش از دست داده، متعندکی شاید میدیده. چرا؟ چون میبینیم در اینجا جان بخش را دل پر از خنده گشت، تو گفتی مگر ایرجش زنده گشت. گرفتم گران مایه را در کنار، نیایش همی کرد بد کردگار، که ای کاشکی دیده بودی مرا، که یزدان رخ او نمودی مرا. اینو در چاپ امیر کبیر کاشکی رو کاچکی جه چاپ کرده به جای شین، و این اشتباه چاپیه، هیچ چیز دیگه ای نیست. که ای کاچکی آمده است، ای کاشکیه، که ای کاشکی دیده بودی مرا، که یزدان رخ او نمودی مرا. بدیدم یکی چهره این شاهزاد، که من داشتم چشم و بدیدم یکی چهره این شاهزاد، مگر گشتی این دل یکی پادشاه، که این دل من، این به دل من این یک روزی امیدوارم که پادشاه بشه. ز بس که از جهان آفرین یاد کرد، ببخشود و دیده بدو باز داد. ز بس که از جهان آفرین کرد یاد، ببخشود و دیده بدو باز داد. پس این باز به همون نیایشی که کرد و دلش که میخواست، این درونش به جوش آمد. و اون درون انسان هنگامی که به جوش میاد، بسیاری از نیروها تکان میخورد. و آنی که میگوین معجزه، در بسیاری از هنگامها این شوخی است، این معجزه راستش در بسیاری این توان انسانه و این خود خواستن انسانه که اینو به اون کار وامی داره. اینجا به هر روی ببخشود و دیده بدو باز داد، جهان آفرین دیده اونو به اون باز داد. فریدون چو روشن جهان را بدید، به چهره وی اندر سبک بنگری. تا چشمش باز شد به این کاری که کرد، سبک یعنی به تیزی، به تندی، تنها کاری که کرد یا به حسین کاری که کرد، به این چهره نگاه کرد، بگفتا که این روز فرخنده باد، دل بدسگالان ما کنده باد. می روشن آورد و فرخنده جام، مرو را نهادش منوچه نام. خب من در این باره بگم که این می روشن آورد و فرخنده جام، این نکته بسیار بسیار ظریفی که بارها من یادآوری کردم، شاهنامه با آوردن این داستانها و ساختن و پرداختن این داستانها، کاری که کرده یکی این که پرده های گوناگون باز کرده، به ما میگه در دنبالی داستان هم میبینیم که چگونه تا امروز دیدیم چگونه سوگواری میکردن، چگونه آرایش میدن خونه رو، چگونه چیزهایی دارن، واردات اون زمان چگونه بوده. میبینیم در دنباله که میبینیم تیغ از هند میاد، تیغ هندی شمشیر، که در برنامه‌های پیشین گفتم این تیغی هم که برای علی هست و دو لبم درست کردم براش،
تیغ هندیه، تیغ کج. عربا تیغ کج نداشتن، تیغ هندیه. روی شیر خورشید ما تیغ تازیه نیست، اشتباه میکنید. شنیدم بسیار بسیار یک کسی در استکهلم سوئد گفته که این تیغ علیتون رو بردارید، تیغ تازیتون رو از روی پرچم. من پرچم ندارم، من میهن ندارم، از این داستان ها. گویا امروز دیگه اینو نمیگه، به هر روی امیدوارم که دیگرگون شده باشه. این بخواستم یادآور بشم که به آگاهی این انسان برسانن، این انسان ایرانی یا هر جایی برسانن که این تیغ تیغ هندیه و این تیغ هندی کچه و تیغ علی نیست. علی اونو نساخته و تازیانم اونو نساختن و بر پرچم ما هم تیغ تازی نیست، تیغ هندیست. و یا ترگ رومی رو میگه از اونجا اومدن، در دوبالی داستان خواهیم دید. یعنی این شاهنامه جامعه شناسی میکنه برای ما. زبست که جهان آفرین کرد یاد ببخشود و دیده بدو باز داد. فریدون چون روشن جهان را بدید، به چهره وی اندر سبک بنگرید. بگفتا که این روز فرخنده باد، دل بدسگالان ما کنده باد. می روشن آورد و فرخنده جام، مرو را نهادش منوچهر جام. کار دیگری هم که میکنه فردوسی، همواره چون می رو گفتن نباید خورد و حرم المی یا خمر، حرم الخمر که نخورده، که من شنیدم که حرم الخمر یعنی احترامش بذارید، بذاریدش کنار دست نزنید. میگه که اینو همواره تو شاهنامه میبینیم که آرایش جشن که میکنه می و میاره، رود و میاره، باده و رود و می و اینا همواره رو میگه که مردم یادشون نره که این فرهنگ اینا با شادی آمیخته است و آنچه که آمده است از آن ما نیست. نامشون منوچهر مینازند. منوچهر از دو سرچشمه میتونه بیاد، یکی منو مینویچهر چهره بهشتی داره، یکی از منی دن بیاد. منیدن یعنی اندیشه، چهره‌ای که اندیشه درش هست. این هر دو میتونه در منوچهر نهفته باشه، مثلا مینویچهر یا مینوچهر یا منوچهر یکی باشه. بله، و دنبالی سخنشو گرفت فریدون. چون این گفت که از پاک مام و پدر، یکی شاخ شایسته آمد ببر. جهان آفرین را ستایش کنید، به داد و به نیکی ستایش کنید. که اینم خواستم من یادآور بشم. میگه از این پدر و مادر خوشگوهر خوب، یکی چنین گفت که از پاک مام و پدر، پدر و مادر پاک. پاکی یعنی پاکیزگی اندیشه، پاکیزگی روان در فرهنگ ما. یکی شاخ شایسته آمد به بر. جهان آفرین را اینک آمد، برید که جهان آفرین را ستایش کنید. به ستایی ستودن، آفرین جهان آفرین، چقدر کار خوبی کردی، چقدر ما شانس آوردیم، چقدر این خوبه که یک همچی جوانی گیر ما آمد. و ببینید نیایشی که میکنه، ستایش کردن یعنی ستودن، نیایش کردن یعنی نمودن، نماز خوندن. نیایش رو ببینید به چه گونه میگه. شاهنامه بسیار بسیار نکته های ریزش ارزشمنده که ما بدونیم. یا بهتون گفتم و در آینده در داستان‌های زال و اینا به ویژه براتون میگم که هنگامی که بیه بخردان یه ور، موبدان یه ور، فرزانگان یه ور، موبدان یه ور. نه اینکه اینا حالا موبد فرزانه میسی، نه اینو نمیخوام بگم. این سوا میکنه، یعنی کوشش بر اینه که مردم پی ببرن که هیچ آیینی رو، هیچ آیینی رو، چه ایرانی چه غیر ایرانی، و هیچ آخوندی رو، چه ایرانی چه غیر ایرانی، قدرت حکومتی دستش ندن. ما در این زمینه آسیب هم دیدیم، یعنی ما از پشت بوم اون ورش هم پایین نیافتیم. حواسمون باشه، یعنی اندیشمون سر جاش باشه. آخوند آخونده در زمان ساسانیان ما اینو دیدیم. ما بسیاری موبدان خوب امروز داریم، منتها این موبدان خوب در روزگاران ضعف هستن، در روزگاران توانایی نیستن، روزگار توانایی نمیدونیم. خمینی هم یک چیز دیگه بود، چیز دیگری شد. و من اینو هشدار میدم که هنگامی که داریم نگاه میکنیم بسیار زیاد بسنجیم که ما میاییم، اگر آینی میپذیریم، آموزگار آینی داریم، اینها کار خودشونو میکنن. پس فردا این بیچاره ها رو از راه به در نکنیم، چون این ما هستیم که اینها رو از راه به در میکنیم. اگر ما اونها رو بزنیم سر جای خودشون بمونن و کار خودشون بکنن، کاری که جمشید کرد یا هر کسی دیگه، کار خوب پیش میده. پس میگه جهان آفرین را ستایش کنید، به داد و به نیکی نیایش کنید. یعنی نیکی هنگامی که نیایش میکنید با دادگری نیایش کنید، دادگاهی بخواهید و نیکی بخواهی و با دادگری و نیکی. یه چرا نیکی؟ چون بسیاری از نیایش هایی که میکنن میرن گاو و گوسفند میکشن و خیلی چیزهای دیگه. در اینجا نمیبینید که بکنن، در داستان های دیگه، جاهای دیگه میبینیم که براتون خواهیم گفتش، که در اوستا زیاد خواهیم دید. برای نمونه شما داستان اوستا، یکی از دیگرگونیش با شاهنامه اینه که اون موبدا بسیار بسیار
یا موها بسیار توان دارن و برای نمونه 10,000 گوسفند 1,000 گاو میرن اونجا قربانی میکنن، قربانی میکنن یعنی میدن دست اون دین مدارا دیگه. و این چیزی که در شاهنامه به گونه دیگه برخورد میکنه، میگه جهان آفرین را ستایش کنید، به داد و به نیکی نیایش کنید، یعنی نماز کنید. احیای آسان مرگ ها نمودن، سر نمودن، نیایش کردن، فراز دست بران، اینا رو براتون گفتم. فراز دست بران سوی تو به افرایم نماز میبرم، ادهی بزرگ دانانم و نیاز میبرم، ادهی بزرگ دانانم. این به داد و به نیکی نیایش کنید، یعنی این بسیار نهفته در شاهنامه هست. بله، و بعد اینو با ناز و با بسیار نیکخویی پرورید و بسیار حواسش بود که این چه میشود، چگونه بر میآید. چنان پروریدش، چون این گفت بله، چنان پروریدش که باد هوا، چنان پروریدش که باد هوا بر او برگذشتن ندیدی روا. به اندازه اینو خوب با ادب، با تربیت، با روش، با منش نشست و برخاست، خوب دوست داشتنی بار آورد که گویی میکنید که بر او برگذشتن ندیدی باد هوا. یعنی باد هوا هم نمیخواست به این بوزد که اینو آسیب ببینه، باید یه نسیمی میآمد. پرستنده ای کش به برداشتی، زمین را به پی هیچ نگذاشتی. اون پرستنده و پرستاری که در کناره بود اصلا بدون پی زمین سرهانه بیکرد، همواره در کناره این بود چون میدونستن شاید آسیب به این برسانن. این پرستنده را ما گفتیم، این پرستار و پرستا، اینا همه از پیریستا یعنی پیرامون ایستادن می آید. و پرستش هم از همون پیرامون ایستادن میاد، میگن پرستش کردن یعنی پیرامونش ایستادن، یعنی دوری نشد، دوری نکردن و دوری نکردن از سرچشمه آفرینش که خرد است و جهان خرد. پرستندی کش به برداشتی، زمین را به پی هیچ نگذاشتی، به پایندرش مشک سارا بودی، روان بر سرش چتر دیبا بودی. این همواره بر سرش روان بود، یعنی مانند جاری بود، مانند یه چتر دیبایی که بالای سرشه، همیشه هوای این داشت و به پای اونم گویی مشت بریخت، یعنی به اندازه اینو روی چشم خودش بار می آورد. چون این تا بر آمد بر این سالیان، سالیانی بر این گذشت، چون این تا بر آمد بر این سالیان، نیامد ز اختر زمانی زیان. از ستاره خوبی که داشت زیانی به این نرسید. و این هم باز نشانگر اینه که ایرانیان گذشته به اختر و به بخت و اینها باور داشتن و بسیار در شاهنامه میبینیم. این هستش که بارها و هنگامی که گفتگو میکنیم میگوییم که ما فرهنگمون رو میبینیم، به کار میگیریم و سر و ناسره میکنیم. آنچه را که امروز به کار میآید به کار میگیریم، آنچه را سر جایش میگذاریم تا به جا بمونه، هیچی رو بیرون پرت نمیکنیم. یعنی اگر ما میایم شاهنامه رو بخونیم به گوشه پرتش نمیکنیم، اونی که نمیپسندیم یا گمان میکنیم کارهایی ندارد. چون این تابر آمد بر این سالیان، نیامد زختر زمانی زیان. هنر را که بود پادشاه را بکار، هنر را که بود پادشاه را بکار، یا مختش نامور شهریار. پس همه هنر شهریاری و پهلوانی رو که باید به این یاد میداد میداد، آموخت داد. یادمون باشه که هنر ببینید چقدر ارزنده است، ارزنده ترین کارها رو بهش میگن هنر. آنچه که امروز در ایران ممنوع نشدنیه، هنر نباید داشت. تو چشم و دل پادشاه باز شد، سپه نیز با وی هم آواز شد. نیا تخت زرین و گرز گران بدو داد و پیروزه تاج سران. کلید در گنج زر و گوهر، همان تخت زرین و تیغ و کمر. پس پرین که گذشت هنرها رو که آموخت، یعنی اگر هنر رو نیاموخت باشه نمیتواند بگردانه. و چو چشم و دل پادشاه باز شد، اینجا کی منوچه چو چشم و دلش باز شد، میگه این یارو چشم و دلش بازه، تنگ چشم نیست. این نکته ها رو بگیریم، هنرهای پادشاهی بشاموند آدم تنگ نظری نیست، تنگ چشم نیست. چو چشم و دل پادشاه که منو چه باشه باز شد، سپه نیست با وی هم آغاز شد. پس سپاه هم چشم و گوش بسته نیست، سپاه ارتش نگهبان کشوره، پادشاه رئیس جمهور هر کی هست، اونها هم کسایی هستند که باید نگهبانی کنن کشور را. اگر پای بیرون ببرن سپاه از اونها پیروی نمی کنه. اینه که چو چشم و دل پادشاه باز شد، سپه نیز با وی هم آواز شد، یعنی در این هنگام آواز شد، هم آواز شد با او. نیا پدر بزرگ تخت زرین و گرز گران بدو داد و پیروز تاج سران. کلید در گنج زر و گوهر، همان تخت زرین و تیغ و کمر. همه اینها رو به اون بخشید چون اون شاهه و اون باید پادشاهی بکنه. فریدون مانند یک کسی که در یه دوره کوتاهی
یک پادشاهی رو نگه میداره تا اون به کارش برسه، به پادشاهی برسه، این کار رو میکنه. و برای اون باز پی میگیره که چی شد، چه کار کرد. آنچه که بهش داد باز یه خونه هم بهش داد. سرا گفتیم خونه، سرا پرده، خونه ای که پرده داره و آرایش داده شده و برای یک آرمان ویژه‌ای به کار میده. پس اونو بهش داد، کلید در گنج زر و گوهر، همان تخت زرین و تیغ و کمر. افسون بر اونها سرا پرده از دیبه رنگ رنگ، به دو اندرون خیمه های پلنگ. پس یک سرای بهش داد که دیبه های گوناگون، دیبا پارچه بسیار نازک و بسیار ارزنده مانند ابریشم که می بافتن و همچنان هم امروز ما داریم. به دو اندرون خیمه های پلنگ، خیمه های پلنگ هم در اون سرا در اون خانه بود. و باز بر اون افسون چه بود؟ چه اسبان تازی به زرین ستام، چه شمشیر هندی به زرین نیام. چه چیزهایی بیشتر بود؟ اسبای تازنده بهش داد که زرین آرایش، ابزار زرینی داشتن. و چه شمشیر هندی، ببینید واردات ایران رو داره میگه، یا اینکه آنچه که هنر هر جا رو سر جاش میکنه، این زینهار داریه، این امانت داریه در شاهنامه. به اون داد سراپا و سراپرده با دیبه های زیبا و خیمه های پلنگ در اون بود، اسبان تازی به زرین ستام بهش داد، چه شمشیر هندی و چه شمشیر هندی به زرین نیام. شمشیرهای هندی که نیام قلاف، نیام فارسی، قلاف فارسی نیست، نیام چیز داشت، زرین داشت. چو از جوشن و ترگ رومی زره، به اون جوشن داد. گفتیم که زره و جوشن هم بهتون گفتیم که چجونه. ترگ رومی، ترگ کلاهخود، رومی زره، ترگ رومی که زره هم داره، هم جوشن بشتن، هم زره، هم ترگ رومی که این میتونه هم ترگ رومی زره داشته باشه، گردن رو بپوشن، هم ترگ رومی. گشادن مربندها را، مربندها را گره، با این گو بندها رو باز کندن و هرچی بود دادن به اون. چون اینها زینها را امانت اون پادشاهی بود که باید سر کار می اومد. و باز داد کمانهای چاچی و تیغ کدخدنگ. این چاچی رو چندین بار در شاهنامه می‌بینیم، شهری جایی به نام چاچی در میان افغانستان امروز و تاجیکستان بوده است که این گویا اونجا بوده است که این کمانهای بسیار خوب می ساخته است. کمانهای چاچی و چاچی و تیر خدنگ، سپرهای چینی و زوبین، زوبین جنگ، سپرهای چینی. ببینید پس از چین هم سپر می آوردن. اینها بسیار مهمه، اینها نکته هایی که در شاهنامه باید ببینیم. پس بهش سراپرده داد، تیر و تیغ بهش داد، تفنگ که نبوده، تیغ بهش داد و گرز بهش داد و جنگ افزارهای دیگه بهش داد، جوشن و ترگ رومی بهش داد، شمشیر هندی بهش داد، سپرهای چینی بهش داد و کمانهای چاچی و تیر خدنگ، تیری که بسیار صافه و بسیار خوب میده. زوبین هم که میدونیم روی سرنیزی مینشینه، اون بخش تیزشه. بر این گونه آراسته گنج ها به گرد آمده، بر این گونه آراسته گنج ها به گرد آمده، بر بسی رنج ها، سراسر سزای منوچهر دید، دل خیشتن زو پر از مهر دید. پس گنج هایی که بسیار با بسی بسیار دشواری‌ها گرد آمده بود، اینا همه رو سزای منوچهر دید که اون باید کشور رو بگردونه. پس باید توان داشته باشه، پشوانه داشته باشه و این پشوانش سپاه هست و این گنج و این چیزهایی که داره. سراسر سزای منوچهر دید، کلید در گنج آراسته به گنجور او داد و آن خواسته. این گنجور ما بهش میگیم خزانه دار، امروز به گنجور داد و بهش پرداخت. همه پهلوانان لشکرش را، همه نامداران کشورش را بفرمود تا پیش او آمدن، همه با دلی کینه جوی آمدن. به شاهی برو آفرین خواندن، زبرجد به تاجش برافشاندن. پس آمدن، سپه به دیدارش اومد، مردم به دیدارش اومد و به شاهی برو آفرین خواندن، اونو به شاهی برگزیدن، مردم هم برگزیدن، پذیرفتنش. سپاه پذیرفتش، هنگامی که دید این کارها رو دیده، آدم تنگ چشمی نیست، چشم و دل باز شده، سپاه پذیرفتش و مردم هم پذیرفتنش. اینها رو نگاه کنید در شاهنامه. کسی که میخواهد مسئولیت بپذیرد باید توانایی داشته باشه، باید چشم دلش باز باشه. به جشن نواوین و روز بزرگ، شده همگنان میش انباز گرگ. برآمد ز درگاه آواز کوس، زمین نیلگون شد هوا آبنوس. پس جشن نوی که یک با یک آیین نو برگزار کردن. چرا؟ دوباره آسایش برپا شده همگنان میش انباز گرگ. باز
میش و گل در کنار هم آسایش پیدا کردن. برآمد ز درگاه آواز کوس، زمین نیلگون شد هوا آبنوس. سپهدار چون قارن کاویان، اینو کافکان در چاپ امیرکبیر دیدم اومده، این کاویان، قارن پسر کاویان، این کاوه همچنان در کنار اینها هست. میبینیم که کاوه هم کم میان میره، قارن همچنان در داستانهای ایران هست. قارن کاویان یعنی قاره فرزند کاوه. ما در گذشته که فامیلی نداشتیم میگونه میگفتیم، برای نمونه میگفتیم مازیار قارن که مازیار پهلوان مازندرانی، یا این قارن کاویان یا کاویان. سپهکش چو شیروی شیر جیان، شیریام سپهدارش بود و این سپهدارش بود، این سپهدارش بود، اون سپهکشش بود. داره کارها هم به همون در شاهنامه میگه. چو گرشاسب گرد گردنکش تیغ زن، چو گرشاسب گردن تیغ که چو گرشاسب چو گشاس به گردنکش تیغ زن، چو گشاس به گردنکش تیغ زن، چو سام نریمان یله انجمن. اینها همه رو براتون خواهم که گشاس کیست، یل کی، نریمان، سام نریمان و نریمان هم فرزند گشاس به قباد. و چو کشواد زرین کلام، بسی نامداران گیتی پناه، چو شد ساخته کار لشکر همه، برآمد سر شهریار از رمه. قباد و چو کشواد زرین کلاه، بسی نامداران گیتی سپاه، چو شد ساخته کار لشکر همه، برآمد سر شهریاران، سر شهریار از رمه. پس همه اینها آمدند و در کنار او نشستند. ما پی داستان رو میگیریم در پنجشنبه آینده در برنامه شماره 45 مون پی میگیریم یک شاهنامه خوانی رو که یک بانوی نقالی میکنه به زبان انگلیسی بگونی. در این باره باز گفتگو خواهیم کرد. میشتبیم این برنامه. It is arrow. Have you got your arrow? With the perfect aim of the hero, he went. نقالی شاهنامه به زبان انگلیسی. زانته گرشام 13 سال است که داستانهای شاهنامه را اجرا می کند. او عموماً در موزه بریتانیا در لندن و موزه اسمیتسونیان در واشنگتن شاهنامه خوانی می کند. من ایرانی نیستم، اما دوروبریان برام داستانهای شاهنامه تعریف میکنن. همین همکارم آرش همیشه داستانهای جدید داره. زانته زیر نظر یک کارشناس شاهنامه در موزه بریتانیا به نام وستا سرخوش کورتیس آموزش دیده. Yes, well, Rustam is like Hercules, or Hercules is like Rustam. رستم مثل هرکوله، در واقع هرکول مثل رستمه. ایرانی ها خیلی دوستش دارن، یه حماسه واقعیه، داستان پدر بزرگ، پدر و پسر. در کنار زانته، آرش مرادی با سازهای مختلف به این داستانها روح میبخشد. تو خود شاهنامه هم اومده فردوسی میگه خود رستم تنبور مینواخته. خیلی جاهای سعی میکنیم که بچه ها رو بکشیم تو خود چیز، بیان روی نقش بازی کنن رو سن. چیزای تاریک هست، نقش های خیلی ترسناک. یا استان بیژن و منیژه که بیژن توی چاه افتاده، اونجا مثلا داره حرف میزنم باش صدا مثلا انعکاس داره، مثلا اینا هم که بهشون رینگین بول میگن، شمال تبت، هم اینا صدا مثلا داستان ضحاک اونجای مارا. یکی از ویژگی‌های کار زانته این است که در طول اجرا تماشاچیان را به روی صحنه صدا می‌کند و در اجرا شرکت می‌دهد. Action. 1 2 3